دوستان، خالصیما هستم. به پیج آشپزی من خوش اومدین. امروز براتون یه سورپرایز دارم. یه دوست عزیز قرار مهمون خونه ما باشه که با هم یه بستنی خیلی خوشمزه رو آموزش بدیم. پس با هم میریم به استقبالش. سلام خیلی خوشحالم دوباره در کنار شما و در کنار خالصیما. میخوایم چند تا آموزش خیلی مفید بهتون بدیم. انشاءالله. خاله سیمای عزیز، امروز میخوای چه آموزشی به ما بدی؟ با اجازه استاد بزرگ قراره که من بستنی کیم آموزش بدم، اونم در کنار همچین استادی. خواهش میکنم، اختیار داریم. پس میریم با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع کنیم. شیر 1 پیمانه، روغن مایه 1 قاشق غذاخوری، شکر 1.5 پیمانه، ذرت نشاسته، ذرت 2 قاشق غذاخوری سرپر، کاکائو 0.5 پیمانه، شکلات تخته‌ای هم بهش میگن، وانیل 1 قاشق چایخوری، خامه 0.5 پاکت و 1 عددم قالب بستنی کیم و چند عددم چوب بستنی. اول 2 قاشق پودر ذرتمون رو می‌ریزیم. گفتم سرپر باشه. بعد شکرمون رو قاطی می‌کنیم که هم بزنیم گوله گوله نشه موقعی که می‌خوایم شیرمون رو بریزیم. حالا سیما، کیفیت این بستنی چطوره؟ خیلی خوشمزه است. خیلی ها فکر میکردن که چون این سلب نداره توش زیاد با کیفیت نمیشه، خوشمزه نمیشه، ولی من این بستنی رو درست کردم، فوق‌العاده شده بود. حالا در کنار شما درست میکنیم و شما ایرادای ما رو به همون بگین و ببینین که چقدر این بستنی راحت و خوشمزه درست میشه. پس واجب شد برای نوام حتما این بستنی رو درست کنم. بعد از اون شیر رو اضافه میکنیم. بعد شروع میکنیم به هم زدن. نیاز به صاف کردن نداره؟ اگه گوله گوله شد چرا میتونید صاف کنید، ولی با همزن دستی یا با چنگال هم بزنید یا مثل من اول پودر رو با شکر قاطی کنید اصلا گوله نمیشه. بعد میبریم میذاریم رو شوره خیلی کم، حدود 10 دقیقه اینا همینجوری مرتب هم میزنیم تا خودش رو بگیره. پس یکی از نکته های مهمش اینه که اگر زمانی دیدید شیرتون توش گلوله وجود داره حتما از صافی رد کنید. ممنون این توصیه قشنگتون. خواهش میکنم. خانم که همه مواد رو با هم مخلوط کردم، خوب هم زدم، گذاشتم روی شعله خیلی کم، حدود 1 رو باید زمان بدیم تا این بجوشو به غلظت فرنی یا ماست چکیده در بیاد. همینجوری باید یک سره همش بزنیم تا خودش رو بگیره و به جوش بیاد، چون اگر هم نزنیم گلوله میشه. غلظت که رسید دیگه شعله گازمون رو خاموش میکنیم و وانیل رو اضافه میکنیم. استاد جان اگه میشه اون وانیل رو اضافه کنیم. چقدر بود وانیل؟ 9 قاشق چایخوری. چرا مرتب هم میزنیم؟ برای اینکه گلوله نشه. همونطور که میبینین اصلا گوله نشده. اگر یه موقع دیدی مال شما گوله شد اصلا نگران نباشین، میتونین از صافی ردش کنین. میریم که بریزیم توی قالبمون. خامه رو که اضافه میکنیم؟ بعد از اینکه ظرفمون رو حرارت برداشتیم گذاشتیم کنار و یه مقدار از گرما و حرارت افتاد، اون موقع نصف از خامه رو بهش اضافه میکنیم. پس اجازه بدید من خامه رو اضافه کنم. نصفش رو باید بریزیم. این نصفش. خوب هم میکنیم. کاملا که یک دست شد دیگه تو قالبمون میریزیم.
مقدار از حجم قالب رو باید بستنی بریزیم؟ ما به دو روش میتونیم این کارو کنیم. یه روش این که نصفی از موادمون رو بریزیم توش، بذاریم یخچال حدود 1 ساعت بمونه، بعد چوب بستنی رو بذاریم روش، بقیه مواد رو بریزیم. یا اینکه میتونیم از اولم چوب بستنی رو بذاریم بعد مواد رو بریزیم. حالا بستگی داره به خودمون. این روش راحت تر باشه. روش اول یا دوم؟ دوم. یعنی چوب بستنی رو بذاریم و کامل مواد روش بریزیم. اینطوری هم سرعت عملمون بیشتر میشه و هم راحت تره. امتحانش میکنیم. این کار رو شما بکنید. پس چوب بستنی ها رو بدید داخل قالب بذاریم. عطر خیلی خوبی داره بستنیتون. پس اول قالب رو از مواد پر میکنیم. میشه دو رنگم این بستنی رو درست کرد؟ بله میشه. اگه دوست داشتین که شکلاتی هم کنین، این مواد رو به دو قسمت تقسیم میکنیم، یه مقدار از شکلاتامون رو بنماری میکنیم یا حرارت میدیم، آبش میکنیم، بهش اضافه میکنیم، میریزیم توی قالب، میشه بستنی کیمیای شکلاتی. فکر کنم الان این چوب بستنی ها رو توی قالب قرار بدیم خوب میشه. باید کامل تا سطح قالب رو پر کنه. حتما این بستنی خوشمزه رو برای نوام درست میکنم. نوشه جانش. 5 ساعت تا 6 ساعت باید زمان بدیم توی فریزر بمونه تا خودش رو بگیره. اگه مواد رو داخل قیف بریزیم و به یک باره به قالب بریزیم بهتر نیست؟ دیگه بستگی داره خودتون کدوم رو انتخاب کنین، هر کدوم که راحت تر شه. من همیشه سعی میکنم آسون ترین روش رو انتخاب کنم که برای همه راحت باشه. بله این روش راحت ترین روشه. دوباره چوب بستنی رو داخل قالب قرار میدیم و بقیه مواد روش میریزیم. قالب هم چند مدل هستش، سیلیکونی هم هستش اگه بخوان بخرن دوستان. من از این قالبا خریدم که تلقیه راحت میشه 7-8 دفعه استفادهش کرد. چون من زیاد مصرف نداشتم از قالب تلقیه استفاده کردم. ولی کسایی که مدام بستنی درست میکنن از قالبای سیلیکونی استفاده کنن خیلی بهتر. دستتون درد نکنه. دست شما درد نکنه. مرسی. پس الان میره داخل یخچال یا فریزر؟ فریزر به مدت 5 تا 6 ساعت. البته هر چقدر بیشتر بمونه اونقدر بهتره. ممنون، تشکر. کترمونو پر آب کردم، گذاشتم کاملا جوشیدش. شکلاتامونو ریختم توی شیر جوش و گذاشتم روی بخار کتری که به حالت بماری شکلاتامون آب بشه. فقط مواظب باشین این بخارا داخل ظرفمون نره، چون عرق میکنه میریزه توش و کاکائومون بیکیفیت میشه. همین که شکلاتامون داره آب میشه، میتونیم روغن مایه‌مونو بهش اضافه کنیم. برای چی روغن مایه بهش اضافه میکنیم؟ روغن مایه رو اضافه میکنیم تا کاکائومون وقتی که آب میشه یک دست و یک نواخت باشه، حالت سفتی نداشته باشه و یه مقدار هم براقش میکنه. بستنیامو بعد از 5-6 ساعت دروردمش بیرون، از قالب آروم آروم جداش میکنیم. به همین راحتی در اومد، میذارمش رو این سینی. یکی رم همون، یعنی اطراف بستنی رو یک مقدار با چاقو جدا کردید به این شکل. فقط کاکائو ما خوب سرد نشده، باید بذاریم یه مقدار دیگه سرد بشه تا بستنیامونو آغشته به کاکائو کنیم. میتونید به کاکائوتون یه مقدار خلال بادوم هم بزنین تا وقتی به بستنی میزنیم یه شکل خوبی داشته باشه و به شکل بستنی مگنوم هم در میاد، یا اینکه مثل من سادش کنیم. بستنیمونو
البته باید بذاریم کاملا سرد بشه. بستنیمونو میزنم توی لیوان به این شکل. تمام قسمت بستنی رو آغشته به شکلات میکنید، در میاریم بیرون. خیلی زیبا شد. جاهایی که نگرفته رو دوباره با قاشق روش میریزیم. کاکائو زود صفر میشه، اصلا نگران نباشین. حالا برای اطمینانش میخواین بعد از اینکه کاکائو رو ریختین یه نیم ساعت دیگه هم بذارینش توی فریزر. چند روز میشه این بستنی ها رو نگهداری کرد؟ اگر توی ظرف دردار بریزیم بذارین خیلی، حدوداً 7-8 روز میتونین استفادهش کنین. دولا میکنیم کاکائو اضافهش هم بره. همونطور که میبینید داره کاکائومون سفت میشه، وقتی سرد میشه کاکائو هم سفت میشه که من سرد شدهشم بهتون نشون میدم. دست شما واقعا درد نکنه، نمای شده. خیلی زیبایی هم پیدا کرد. همونطور که گفتید اگر از خلال بادوم هم استفاده کنید خیلی زیباتر و خوشتمتر میشه. بستنی کیم ما آماده شد. امیدوارم که آموزش امروزمون هم پسندیده باشین. ما رو به دوستاتون معرفی کنین، اشتراک گذاری رو فراموش نکنین. امروز یه روز عالی رو در کنار پروانه جون هم گذروندین. بفرمایید پروانه جون. این بستنی بی نهایت خوشمزه و زیباست. توصیه میکنم حتما برای یه بارم که شده امتحانش کنید. تا یه آموزش دیگه شما عزیزانو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.